شامگاهی شبکه ایتن با شهرام شهرامیان. خانم آقایان سلام، شهرام شهرامیان هستم، سردبیر خبر شبکه جهانی تن تی وی و در شامگاه جمعه دوم آگوست سال 2013 و همراه همکارم شادی شفیعی. مشروع مهمترین اخبار و رویدادهای روز جهان را از شهر تورنتو کانادا به اطلاع شما بینندگان عزیز میرسانیم، با این یادآوری که پس از پایان مشروع اخبار برنامه اختصاصی تفسیر خبر نیز به سمع و نظرتان خواهد رسید که میپردازد به بررسی جنجال خبری در ایتالیا به دلیل محکومیت نخست وزیر سابق این کشور در مطلبی تحت عنوان انتقاد برلوسکونی از تایید حکم حبسش. اینک سرفصل مهمترین خبرها. چین بزرگترین شریک تجاری جمهوری اسلامی و از مشتریان عمده نفت این کشور مخالفت خود را با طرح جدید تشدید تحریم‌ها علیه ایران ابراز داشت. نخست وزیر اسرائیل از مصوبه مجلس نمایندگان آمریکا در قطع صادرات نفت ایران استقبال کرد و آن را راهکاری درست در برابر جمهوری اسلامی ایران نامید. به دلیل تحریف سخنان حسن روحانی، تلویزیون دولتی ایران اعلام کرد وی در راهپیمایی روز قدس حرفی درباره از میان رفتن اسرائیل نزده است. کمپین بین المللی حقوق بشر از نمایندگان خارجی که در مراسم تحریف حسن روحانی شرکت می کنند خواست با مخالفان در حصر دیدار کنند. کمیسیون آزادی مذاهب جهان فتواهای آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران علیه بهائیان را به شدت مورد انتقاد قرار داد. آمریکا اعلام کرد آن دسته از سفارتخانه‌های این کشور که روزهای یکشنبه فعالیت دارند به خاطر برخی مسائل امنیتی یکشنبه این هفته تعطیل هستند. جان کری وزیر خارجه آمریکا اقدام ارتش مصر به برکناری محمد مرسی رئیس جمهوری پیشین این کشور را موجه خواند. بر اساس تازه ترین آمار، نرخ بیکاری در ایالات متحده به پایین ترین سطح از اواخر سال 2008 تا کنون رسیده است. اینک مشروع اخبار. چین بزرگترین شریک تجاری جمهوری اسلامی ایران و از مشتریان عمده نفت این کشور مخالفت خود را با طرح جدید تشدید تحریم علیه صادرات نفت ایران که به تصویب مجلس نمایندگان آمریکا رسیده ابراز داشته است و این در حالی است که مجلس نمایندگان آمریکا روز گذشته به منظور وادار کردن دولت جمهوری اسلامی به بازنگری سیاست اتمی خود طرح تشدید تحریم علیه ایران را با 400 رأی موافق در مقابل 20 رأی مخالف تصویب کرد که بر اساس این طرح دولت آمریکا ملزم می شود با فشار بر وارد کنندگان نفت ایران صادرات نفتی جمهوری اسلامی را به میزان 1 میلیون بشکه در روز کاهش دهد. به گزارش رویترز، وزارت خارجه چین در بیانیه که روز جمعه دوم آگوست منتشر شد گفته است دولت چین همواره بر یافتن راه حلی برای مسئله اتمی ایران از طریق مذاکره و اقدامات دیپلماتیک تأیید کرده و با تحریم‌های یک جانبه که بر اساس قوانین یک کشور واحد تدوین و اعمال می‌شود مخالف است. یادآور می‌شود کارساز بودن تحریم‌های بیشتر علیه حکومت ایران به رفتار چین به عنوان بزرگترین مشتری نفت ایران بستگی دارد، در حالی که دولت چین مکرراً مخالفت خود را با تحریم‌های یک جانبه علیه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است. و خبری از نظر اسرائیل درباره تحریم‌های تازه علیه ایران.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از مصوبه مجلس نمایندگان آمریکا در قطع صادرات نفت ایران استقبال کرد و آن را راهکاری درست در برابر جمهوری اسلامی ایران نامید. و این در حالی است که رسانه‌های اسرائیل نیز نوشتند اقدام کنگره آمریکا دولت اسرائیل را عمیقاً خوشنود کرده است. به گزارش جرالوم پست، نتانیاهو با حمایت از مصوبه آمریکایی گفت تصویب طرح بستن شیر نفت صادرات ایران پیام روشن و مهمی به رژیم جمهوری اسلامی می‌دهد. بنابر این گزارش، نتانیاهو در ادامه افزود پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران، مجلس نمایندگان آمریکا با این مصوبه می‌گوید فشارها بر علیه ایران تا زمانی که تهران تعهدات بین‌المللی خود را در مسئله اتمی انجام دهد ادامه خواهد یافت. گفتنی است همزمان با این سخنان، روزنامه اسرائیلی ماریو نیز نوشت نمایندگانی از سوی دولت اسرائیل راهی کشورهای اروپایی شدند تا به مقامات کشورهای اتحادیه اروپا بگویند که در پی روی کار آمدن حسن روحانی نباید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی را کاهش دهند. به نوشته ماریو، دولت نتانیاهو نگران است که اروپا بتواند آمریکا را نیز با خود در کاهش فشارها بر ایران همراه کند و برای همین است که تلاش می‌کند تا تحریم‌های فلج کننده علیه حکومت ایران هر چه زودتر به تصویب نهایی برسد. و خبری از تکذیب سخنان منتسب به حسن روحانی. بر اساس گزارش تلویزیونی دولتی ایران، حسن روحانی در راهپیمایی روز قدس حرفی درباره از میان رفتن اسرائیل نزده است و این در حالی است که پیشتر خبرگزاری ها گزارش دادند که او گفته است اسرائیل زخمی است بر پیکر جهان اسلام که باید از بین برود. بنابراین گزارش، در فیلمی که از سخنان حسن روحانی از صدا و سیما پخش شده، او میگوید منطقه ما در سایه اشغال سرزمین فلسطین و قدس عزیز زخمی بر بدن دنیای اسلام نشسته و این یادآور آن است که مردم مسلمان این حق تاریخی خود را فراموش نخواهند کرد و در برابر ظلم و تجاوز ایستادگی خواهند کرد. اما پیشتر خبرگزاری های مهر و ایسنا گزارش داده بودند که حسن روحانی در این راهپیمایی گفته است اسرائیل زخمی است بر پیکر جهان اسلام که باید از بین برود. گفتنی است پس از انتشار اولین سخنان تحریف شده حسن روحانی در خبرگزاری های ایران، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز جمعه 11 مرداد در بیانیه ای از اظهارات ضد اسرائیلی حسن روحانی انتقاد کرد و گفت چهره واقعی حسن روحانی زودتر از حد انتظار آشکار شد. یادآور می شود اظهارات ضد اسرائیلی حسن روحانی از آن جهت اهمیت دارد که بسیاری از کشورهای غربی منتظر روی کار آمدن دولت وی هستند تا ببینند مواضع و لحن دولت او در قبال برنامه هسته‌ای اسرائیل و دیگر مناقشات جمهوری اسلامی با غرب چه تفاوتی با مواضع محمود احمدی نژاد. و خبری درباره رهبران جنبش سبز ایران. کمپین بین المللی حقوق بشر با انتشار بیانیه ای از نمایندگان خارجی که در مراسم تحلیف حسن روحانی شرکت می کنند، خواست با مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد دیدار کنند و آزادی فوری آنها را درخواست کنند. به گزارش کلمه، هادی قائمی مدیر کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در این بیانیه که 9 مرداد منتشر شده گفت همانطور که خانم کاترین اشتون در سفر اخیرش به مصر خواستار ملاقات با محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده مصر شد، سولانا مسئول سابق سیاست خارجی اتحادیه اروپا و الیاسون معاون دبیر کل سازمان ملل هم باید از این فرصت استفاده کنند و خواستار ملاقات با این 3 مخالف سیاسی در حصر شوند و جهان را نسبت به وضعیت آنها آگاه کنند. بنابراین گزارش، این بیانیه می افزاید
بر اساس گفته‌های پسر مهدی کروبی، پدرش که هم‌اکنون 76 سال دارد، طی روزهای گذشته به دلیل نارسایی‌های قلبی، کلیوی و بیماری آرتروز بستری و امروز از بیمارستان مرخص شد. همچنین میرحسین موسوی 72 سال نیز در تاریخ 11 تیر ماه تحت معالجه برای نارسایی قلبی قرار گرفت. یادآور می‌شود سخنگوی وزارت خارجه ایران از قطعی شدن 55 هیئت خارجی در مراسم تحلیف حسن روحانی خبر داد که به گفته وی در بین آنها 11 رئیس جمهور، 2 نخست وزیر و 7 رئیس مجلس حضور دارند. و خبری از انتقاد به سخنان آیت الله خامنه ای. کمیسیون آزادی مذاهب جهان فتواهای آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران علیه بهائیان را به شدت مورد انتقاد قرار داد و از رهبران جهان خواست در برابر این فتواها از جامعه بهائیان ایران حمایت کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، رابرت پی جورج، رئیس این نهاد مستقل آمریکایی که زیر نظر دولت آمریکا فعالیت می‌کند، می‌گوید جامعه بهائیان ایران باید در انتظار آزار و اذیت بیشتر حکومت ایران در پی این فتواها باشد. و این در حالی است که آقای خامنه‌ای در این فتواهای اخیر خود که خبرگزاری تسنیم آنها را منتشر کرده، بهائیت را فرقه زاله مزله می‌خواند که اکثریت شیعیان جامعه باید از آنها پرهیز کنند. این فتواها در این حال بهائیان را محکوم به نجاست می‌خواند و به مردم ایران هشدار می‌دهد که در صورت تماس با آنها باید طهارت بگیرند. اما کمیسیون آزادی مذاهب جهان در برابر این فتواها می‌گوید بهائیت آیین جهانی صلح‌طلبانه و مستقلی است که از آغاز آن در حدود 170 سال قبل تا کنون مورد تهمت روحانیون و حکومت ایران قرار داشته است. به نوشته این سازمان، فتواهای رهبر جمهوری اسلامی که تنها چند روز قبل از آغاز به کار رئیس جمهور جدید ایران منتشر شده به جامعه جهانی یادآوری می‌کند که دستور کار حکومت ایران از چه قرار است و چه کسی در این کشور حرف آخر را می‌زند. و خبری از تعطیلی برخی سفارتخانه‌های آمریکا. وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد آن دسته از سفارتخانه‌های این کشور که به طور معمول روزهای یک شنبه فعالیت دارند، به خاطر برخی مسائل امنیتی یک شنبه این هفته 4 آگوست تعطیل هستند. به گزارش خبرگزاری رویترز و به نقل از شبکه خبری CBS، تعطیلی سفارتخانه‌های آمریکا مرتبط با نقشه القاعده علیه اماکن دیپلماتیک ایالات متحده در خاورمیانه و کشورهای مسلمان است که نهادهای امنیتی آمریکا از آن اطلاع یافتند. و این در حالی است که دستگاه امنیتی آمریکا به طور مشخص اعلام نکرده که این تهدیدها متوجه منافع آمریکا در کدام کشور و ناحیه بوده است. بنابر این گزارش، ماری هارف، یکی از سخنگویان وزارت امور خارجه آمریکا، در این زمینه اظهار داشت این وزارتخانه‌ها به برخی از سفارتخانه‌های ایالات متحده و کنسولگری‌های آن دستور داده که روز یکشنبه تعطیل باشند یا فعالیت‌های خود را در این روز به حال تعلیق درآورند. گفتنی است خانم هرف درباره این ملاحظات امنیتی توضیح بیشتری نداده و از هیچ سفارتخانه یا کنسولگری خاصی که قرار است روز یکشنبه تعطیل باشد نام نبرده است. اما یک جستجوی سریع در وبسایت وزارت امور خارجه آمریکا نشان می‌دهد این سفارتخانه و اماکن دیپلماتیک در سرزمین‌های اسلامی قرار دارند، مانند ابوظبی، بغداد و قاهره. بینندگان عزیز، در این بخش از برنامه شامگاهی اخبار توجه شما را به دیدن توصیه پزشکی امشب جلب می‌کنم که توسط دکتر مهدی شیدایی به سمع و نظرتان می‌رسد. درد هممون سردرد تقریبا داشتیم و گاهگوی میاد و میره، منتها خیلی بیشتر دارن، خیلی کمتر دارن. یکی از اصلی ترین عوامل سردرد از گردن شما هستش. اگه شما موقعی که سردرد میگیرین و احساس میکنین که گردنتون میخواد خشکه، هی دوست دارین چپ و راست کنین گردنتون رو، هی احساس میکنین که یه چیز سنگینی رو گردنتون یا پایه سرتون هستش، شما به احتمال بسیار زیاد باعث سردردتون این گردنتون هستش. بعضی موقع بعضی از این مهرهای توی گردن
از جاشون یه مقدار حالا به زبان عامیانه گفتن خارج میشن و یا اینکه ماهیچه‌های اطرافشون سفت میشن به خاطر این جابجایی محدود و باعث سردرد میشن. حتما دکتر کایروپراکتورتون رو ببینین. خیلی من خودمون اینجا تو این کلینیک خیلی افراد داشتن که 10 سال 15 سال 20 سال سردرد داشتن و همه جور تخصصی رفتن و فکر میگن که خب میگیرن داریم و دیگه خوب نمیشه باهاش میساختن، حالا با دارو یا با درد هرچی، ولی با یه جلسه بعضی وقت با بیشتر اومدن و شکر خدا خوب شدن و به زندگیشون ادامه دادن بدون درد. و خبری درباره بحران مصر. جان کری وزیر خارجه آمریکا در گفتگوی تلویزیونی با شبکه جو پاکستان اقدام ارتش مصر به برکناری محمد مرسی رئیس جمهوری پیشین این کشور را موجه خواند. وی اما از برخورد نیروهای امنیتی با هواداران مرسی انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری الجزیره، جان کری وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا در حاشیه دیدار خود از پاکستان در اظهاراتی درباره مصر با موجه خواندن برکناری محمد مرسی رئیس جمهوری پیشین مصر از سوی ارتش کشور گفت این اقدام با هدف بازگرداندن دموکراسی به این کشور صورت گرفته است. بنابراین گزارش، وزیر امور خارجه آمریکا که با شبکه تلویزیون جو پاکستان گفتگو می‌کرد، در عین حال تاکید کرد که دخالت ارتش مصر عمل به درخواست مردم این کشور بوده است. به گفته جان کری، میلیون‌ها نفر از مردم مصر خواستار دخالت ارتش مصر در وقایع اخیر شده بودند، چرا که مردم از گرفتار شدن کشورشان در ورطه هرج و مرج و خشونت نگران بودند. گفتنی است که وزیر امور خارجه آمریکا در عین حال از رفتار خشونت‌آمیز نیروهای امنیتی مصر با هواداران اخوان المسلمین و محمد مرسی انتقاد کرد و تاکید کرد که با تمامی گروه‌های سیاسی در مصر در ارتباط است و گفت برخورد خشونت‌آمیز با معترضان برای آمریکا قابل قبول نیست. و خبری از کاهش نرخ بیکاری در آمریکا. بر اساس تازه ترین آمار، نرخ بیکاری در ایالات متحده به پایین ترین سطح از اواخر سال 2008 تا کنون رسیده است و این در حالی است که در ماه گذشته فقط 162 هزار شغل جدید به بازار کار افزوده شده است. به گزارشی از CNN، دولت آمریکا روز جمعه دوم اوت اعلام کرد ارقام بیکاری ماه ژوئیه حدود 7.5% بود که در مقایسه با ماه ژوئن 0.2% کاهش یافته است. بنابراین گزارش، ارقام بیکاری ماه ژوئیه نمایانگر بهترین شرایط کاری از نرخ بیکاری 7.3% دسامبر سال 2008 و زمانی است که کشور در رکود اقتصادی شدید فرو رفته بود. گفتنی است ارقام دولتی همچنین حاکی از آن است که 11.5 میلیون نفر هنوز در ایالات متحده بیکار هستند. با این حال و در شرایطی که رشد بزرگترین اقتصاد جهان با نوعی کندی اما رشد ثابت روبرو بوده، تعداد بیکاران آمریکا هم اکنون 1 میلیون نفر کمتر از سال گذشته است. یادآور می شود رشد نرخ کارآفرینی در ماه ژوئیه چندان امیدوارکننده نبود و از پیش بینی تحلیلگران پایین تر بوده است و این در شرایطی است که بازار مصرف آمریکا رشد قابل توجهی از خود نشان می دهد و این به دلیل خوشبینی مصرف کنندگان آمریکایی به چشم انداز اقتصادی این کشور در آینده است.
بینندگان عزیز، اینک توجه شما را به تفسیر خبر امشب جلب می کنم که می پردازد به بررسی جنجال خبری در ایتالیا به دلیل محکومیت نخست وزیر سابق این کشور در مطلبی تحت عنوان انتقاد برلوسکونی از تایید حکم حبسش. سیلویو برلوسکونی، نخست وزیر پیشین ایتالیا، در پیامی ویدیویی به شدت از تایید حکم یک سال حبسش انتقاد کرده و گفته است به فعالیت سیاسی ادامه می دهد. آقای برلوسکونی همچنین گفته است قضات ایتالیا سالها دنبال این بودند که به بهانه های واهی او را محکوم کنند و این در حالی است که احتمالاً آقای برلوسکونی به دلیل کهولت سن به جای زندان حبس خانگی خواهد شد یا باید در حوزه خدمات عمومی کار اجباری کند. توجه شما را به دیدن گزارشی در این باره جلب. خوشحالی مقابل دادگاه عالی ایتالیا بعد از شنیدن حکم سیلویو برلوسکونی. بعد از چند دهه پیگرد قضایی، حکم نخست وزیر پیشین ایتالیا تایید شد. مردی که 20 سال بازیگر اصلی سیاست ایتالیا بود، به جرم فرار مالیاتی به 4 سال حبس محکوم شد. آقای برلوسکونی در این هتل در روم بود که حکمش را شنید. در پیامی 9 دقیقه‌ای مخالفتش را اعلام کرد. در مقابل پایبندی من به کشورم در 20 سال گذشته، وقتی که تقریباً به پایان عمرم رسیدم، به جای هدیه اتهامات و قضاوت‌های بی اساسی علیهم مطرح می‌شود. حتی آزادی فردی و حقوق سیاسی‌ام را از من گرفتند. واقعا ایتالیا چنین برخوردی با از خود گذشتگی بهترین شهروندانش می کند؟ این ایتالیایی است که ما دوست داریم؟ این ایتالیایی است که ما می خواهیم؟ البته تنها 1 سال از 4 سال حکمش اجرا می شود. بر اساس قانون جرم هایی که قبل از سال 2006 میلادی، یعنی 7 سال پیش انجام شده باشد، شامل تخفیف می شود. احتمالاً برای همان 1 سال هم به دلیل کهولت سن به زندان نمی رود. دو مورد رو باید در نظر گرفت. اول اینکه حکمش تایید شد. با احتساب همه تخفیف هم برلوسکونی یا باید 1 سال تو حبس خونگی باشه یا باید برای بخش خدمات کار اجباری بکنه. این یعنی اون دیگه رسماً یه مجرمه. آقای برلوسکونی همچنین 5 سال از فعالیت سیاسی محروم شده بود که 2 سال تخفیف گرفت. دادگاه عالی گفته این حکم قابل تجدید نظر است. البته زندگی سیاسیش به دلیل محکوم شدن به داشتن رابطه جنسی با این رقصنده که زیر سن قانونی بوده با مشکلاتی روبرو شده. این سیاستمدار 76 ساله هنوز منتظر تجدید نظر درباره این حکم است. بیرون اقامتگاهش، طرفدارانش از شنیدن خبر تایید محکومیتش ناراحت بودند. این پرونده قضایی سیاست ایتالیا را تکان داده. رئیس جمهوری ایتالیا از همه خواسته آرامششان را حفظ کنند. آقای برلوسکونی مقاومت نشان می‌دهد و می‌گوید به فعالیت سیاسی ادامه دهد. بینندگان محترم، با خاتمه یافتن برنامه شامگاهی اخبار و تفسیر خبر، ضمن سپاس از همه شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بوده اید، از طرف خود و همه همکارانم در واحد خبر شبکه جهانی تنتیری تا برنامه دیگر، شما را به خدا می سپاریم. روز روزگار خوش. شامگاهی شبکه‌ای